هما ناطق، نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران، پریروز در 81 سالگی در پاریس درگذشت. خانم ناطق یکی از پژوهشگران تاریخ معاصر بود و آثاری درباره دوران قاجار و منشوته منتشر کرده بود. او دانش آموخته و استاد دانشگاه سوربن فرانسه بود. عباس میلانی، مورخ و استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد از پالو آلتو در کالیفرنیای آمریکا همراه ماست. آقای میلانی، اگر یک نفر باشه که به خوبی کارهای خانم ناطق رو بشناسه، شما باید باشید که به نوعی همکار ایشون هم بودید. ویژگی کارهای او چه بود؟ کارهای خانم ناطق در واقع به گمان من به دو نوع مختلفه. یه سری کارهای سیاسی دارن، ترجمه هایی دارن، نوشته هایی دارن که در زمان هم فعالیت های سیاسیشون تدوین کردن، و یه سری کارهای تحقیقاتی دانشگاهی دارن که همونطور که فرمودید تأکیدش بر دوران قاجار و این مقداری در دوران معاصر ایران. من همونطور که دوباره فرمودید وقت همکاری با ایشون داشتم. ایشون در دانشگاه ادبیات بودن، من در دانشگاه حقوق بودم. یکی از معتبرترین استادان اون زمان بودن. کارهایی که با دکتر آدمیت کردن در مورد تاریخ مشروطه به گمان من بسیار بسیار کارهای مهمی است و جنبه های بسیار کمتر مورد توجه قرار گرفته ای از اون تاریخ رو ایشون و فریدون آدمیت برش تأکید کردن و نور انداختن. در ایشون متولد ارومیه بودن، به نوعی میشه گفت که به تاریخ اون منطقه علاقمند بودن. دو کتاب چاپ نشده از ایشون هست در مورد باکو و تبریز. چقدر در مورد اون حوزه به ویژه کار کرده بودن؟ یکی از ویژگی های کار ایشون این بود که به هر حال هم خودشون هم پدرشون هم از طریق فریدون آدمیت به یه سری اسناد بسیار بکری دست داشتن در مورد دوران مشروطه. اسناد چاپ نشده، حتی کتابی در مورد این اسناد چاپ نشده منتشر کردند، و اهمیت کارشون این بود که اولا به این اسناد تکیه میکردن، با احتیاط در این زمینه کارها مینوشتن. کارهایی که در دوره سیاسی میکردن یک سرشت کمی متفاوت داشت، ولی در این دوره با احتیاط مبتنی بر اسناد و با جرأت و جسارت، برای اینکه دوباره جنبه هایی رو بهش اشاره میکردن که کمتر کسی بهش میپرداخت. مثلا رابطه روحانیت با مشروطیت به گمان من در نتیجه نوشته های آدمیت و خانم ناطق باید کاملا مورد بازندیشه قرار بگیره. بسیاری از تاریخ نویسان در دوره های مختلف متهم شدن به تحریف تاریخ، به نوعی نگارش تاریخ که به دل حاکمان خوش بیاد. خانم ناطق چقدر از این نظر متفاوت بود؟ آیا متفاوت بود؟ من فکر می‌کنم در دورانی که تاریخ به شکل سنتی می نوشت به هیچ وجه به این اتهام به گمان من وارد بهش نیست، ولی در دورانی که نوشته های سیاسی می نوشت، در دورانی که همسو با فدائیان شده بود به گمان من، و خودش هم به این قضیه تکیه میکنه در خاطرات شفاهیش، در تاریخ شفاهی هاروارد خیلی به خودش ایراد میگیره که در دورانی که فعالیت سیاسی میکرد تحریف تاریخ کرد و تاریخ رو اونچنان که باید ننوشت و تاریخ رو اونچنان نوشت که حزب از او میخواست، یعنی در واقع چرکای فدایی میخواستن. حتی به یکی دو مقاله ای که خودش در اون زمان یه مقاله به طور ویژه در مورد 28 مرداد نوشته، اشاره میکنه که چقدر چرکای فدایی خلق در مقاله ای که اون نوشته بود تحریف و تغییر ایجاد کردن و اون سکوت کرد به لحاظ اینکه همسو با حزب بود. ولی در دوران نوشته های دانشگاهی جدیترش به گمان من جرأت و جسارت کم نظیری داشت. بسیار ممنونم از توضیحاتتون. عباس میلانی، مورخ و استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد از پالو آلتو در کالیفرنیای آمریکا.